با عرض درود حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. به گونه‌ای که قطعاً مستحضر هستی، تمام خبرگزاری‌های جهان فرقی نمی‌کند، شرق و غرب، آمریکای جنوبی، آمریکایی که در آن زیست می‌کنیم و در واقع دوران غربت را می‌گذرانیم، و شرق، همه جا در مورد مرگ چاوز به قول آمریکایی‌ها، چاوز به قول آمریکایی‌ها و چاوز به قول ما ایرانی‌ها سخن می‌گویند. تمام این سخنها در مورد این است که او که بود، چه کرد، از چه زمانی دست به کودتا زد، دستگیر شد، زندانی شد، اما هدف خود را همچنان دنبال کرد تا سرانجام 10 سال بر اریکه قدرت نشست، ریاست جمهوری ونزوئلا. پاره ای از هموطنان عزیز ما، هموطنانی که احتمالاً به مسائل سیاسی پشت پرده وارد نیستند و فقط احساساتی سخن میگویند، مرگ این مرد را به همدیگر تبریک میگویند روی فیسبوک، روی پیام ها، در حالی که فراموش میکنند این پند ایرانی را که بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن، بر تو نیز همین ماجرا بود. خاصه اینکه آقای چاوز اصلا دشمن ملت ایران نبود. اگر او می آمد به ایران و می رفت و با آقای احمدی نژاد روابطی برقرار می کرد یا می رفت پلو آقای خامنه ای، در چهارچوب اهدافی داشت که از اولین کودتا تا زمانی که مرد آن را دنبال کرد، یعنی رفاه طبقه فقیر، یعنی بالا کشیدن طبقه فقیر، یعنی پر کردن این فاصله و گپی که بین ثروتمندان و فقرا وجود دارد. ونزوئلا نفت دارد، نفت فراوان دارد. این ببخشید بیخردی سردمداران حکومت اسلامی بود که در خیال خودشان برای نفوذ در حیات خلوت آمریکا با آقای چاوز رشوه می دادند، او را پروار می کردند، در حالی که او نیاز به این حرفا نداشت. اما خودش شخصا سیاستمدار خردمندی بود، سیاستمداری بود که برای ملتش سر بیخردان حاکم بر ایران را کلاه می گذاشت، نمایش می داد که با بیخردان حاکم بر ایران رفاقت دارد، در حالی که او یک سوسیالیست بود، سوسیالیستی که میکوشید دستهای استثمار را از بیخ گلوی ملتش بردارد، تلاش میکرد برای اینکه مردم خود را، نه مردم ایران را، مردم خود را به رفاه برساند. در چارچوب این سیاست فهمیده بود و دریافته بود که مشتی بیخرد، مشتی بدون تعقل، مشتی باز آمده از قرون وسطا، عصر حجر، عصر سنگ، از شوربختی ملت ایران بر ملت ایران حاکمند. پس میتوان اینها را به نفع آنچه که جزو اهدافش بود فریب داد، گول زد. این بیخردان هم دلشان خوش بود که در حیات خلوت آمریکا نفوذ کردند، در حالی که دشمنی آنها با آمریکا دشمنی سوسیالیسم بود با امپریالیسم، نه در مورد این مسائلی که آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، آقای خامنه ای مطرح میکنند. اصلا آنچه که این حاکمان بر ایران مطرح میکنند با آنچه که در ذهن روز چاوز میگذشت زمین تا آسمان فاصله داشت. پس بنابراین بهتر است در این کارهایی که میکنیم، چون این منعکس میشود، منعکس میشود، مسائل ما ایرانی ها مانیتور میشود، زیر ذره بین قرار میگیرد، و وقتی میفهمند که بخشی از ایرانی ها تبریک میگویند مرگ یک انسان را، شادی میکنند در مرگ یک انسان، تصور میکنند که ایرانی ها تا
تعقلشون در همین حد و حدود است. همه را به یه چوب میرانند آن وقت. تصور میکنند که ایرانیان ناآگاهند نسبت به مسائل سیاسی. کدامتان رفتید و مطالعه کردید سابقه و گذشته های این مردی را که در هر حال با بیماری سرطان درگذشت؟ معاون آقای چاوز اعلام کرده است که این آمریکایی‌ها بودند که چاوز را به بیماری سرطان مبتلا کردند. اگر آمریکایی‌ها چنین قدرتی داشتند و چنین اقداماتی می‌توانستند بکنند، چرا فیدل کاسترو را به سرطان مبتلا نساختند در تمام طول این سال‌هایی که یک تنه و مردانه در برابر آمریکا ایستاد؟ اینها را اندکی فکر کنیم. چرا عرض می‌کنم فکر کنیم؟ برای اینکه ما در راه یک مبارزه سخت هستیم با قبیله آخوندی، قبیله‌ای که نیرنگ می‌داند، حق بازی می‌داند، ترفند می‌شناسد و قادر است که مردم را با بهره‌گیری از مذهبی که ما بخواهیم و نخواهیم، توده‌های مردم با آن معتقدند. نمونه می‌خواهید؟ آقای احمدی نژاد در مرگ چاوز میگوید که من یقین دارم که او روزی ظهور خواهد کرد به عنوان نماد یک انسان پاک. معنایش چی است؟ چیست این حرفی که آقای احمدی نژاد میزند؟ یعنی آقای چاوز را در حد و ردیف امام زمانی که خودشان به او اعتقاد دارند قرار میدهد، در حالی که همگان میدانند مرگ مرگ است و مردی که رفت، انسانی که رفت، تبدیل به خاک می شود. از او اگر باقی بماند مشتی استخوان است. اما او برای فریب مردم، برای اینکه از همین مرگ هم مردم را فریب دهد، با اعتقاد و محکم و قرص می گوید که من یقین دارم که او روزی ظهور می کند، باز می گردد. آیا وقتی که این سخن را میگوید و آخوندهایی که در انتظار ظهور امام زمان هستند هیچ اندیشیدند که 1400 سال گذشته است و دنیا مصیبت‌های فراوان دیده و مسلمانان مصیبت‌های فراوان دیدند؟ اگر قرار به ظهور بود که ظهور میکرد، پس نسل در نسل مسلمانان در انتظار ظهورند. این فقط مسلمانان نیستند، مسیحیان جهان هم در انتظار ظهور مجدد حضرت مسیح هستند. سخن را کوتاه میکنم، میگویم ما در راه یک مبارزه اساسی هستیم برای نجات مملکتمون، برای بازگرداندن آزادی به مملکتمون، برای اینکه دنبال این راه 100 ساله را بگیریم که از زمان انقلاب مشروطیت آغاز شد. برای رسیدن به این هدف مقدس، رسیدن به آزادی، رسیدن به یک حکومت ملی، قطع دست استعمارگران شرق و غرب، نیازمند آگاهی هستیم. نیازمند این هستیم که این افکار پوسیده را از ذهنمان بیرون بریزیم و افکار تازه امروزی را با مطالعه جایگزین آن سازیم. اگر چنین کنیم، راه 100 ساله رسیدن به آزادی را بسیار کوتاه کردیم. و اگر چنین نکنیم، دنیا بر همین پاشته است که میبینید میچرخد. یعنی ملت‌ها را عقب نگه می‌دارند، ثروت ملت‌ها را می‌ربایند، چون می‌دانند که ملت‌ها آگاهی ندارن. فقط ناآگاهان را می شود فریب داد، چه با مذهب چه با سیاست. آگاه باشیم و فریب نه مذهب را بخوریم و نه سیاست را. هدف خود را مشخص کنیم که آزادی است، آزادی، آزادی و سربلندی ایران و ایرانی. تشکر می کنم از اینکه به این برنامه توجه فرمودید. مثل همیشه تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.